عزیز سلام، امید است که خوب و جور و صحتمند باشید. سال شما مبارک باشه. انشالله که هر جا هستیم خوب و خوش و سلامت باشید. من امروز میخوام خجور درست کنم یا بسرخ درست کنم که دوستا برای سال نو کس زیاد درست کنم. باز برای تهیه خجور که هستم با اینجا حدود دقیق 700 گرم آرد دارم. باز دو دانه تخم مرغ دارم، یک لیوان شیر، یک چهارم لیوان کسته روغن، یک نیم قاشق چای خوری کسته خمیر مایع، 250 گرم کسته شکر. خب دوستان، ما کسته در بخش ازی خجور کسته ازی تقریبا یک قاشق چای خوری کسته پودر هلم استفاده کنم. دلالت سلیقه ای شما اگر دوست داشتید میتونید استفاده کنید، یا اگر دوست نداشتید میتونید پودر هلم حذف کنید. باز دی مرحله ما کسه اول کسه دو دانه تخم مرغ که داشتم اضافه کنم. باز اینج کسه من لیوان شیر دارم، اول یک مقدار شیر اضافه کنم. باز بقیش رو یک مقدار بدم اضافه کنم و مرغ هم شکر دارم. همچنان روغن دارم که روغن دارم اضافه کنم. مواد را یک مقدار میکس دارم. باز بعد از آخر سر کسته خمیر مایع اضافه کنم، برای اینکه اگر اول خمیر مایع اضافه کنی روغن در خمیر مایع برسه، خمیر مایع کیفیت خلاص دست میده و خمیر نمشه. در این مرحله ما خمیر مایه اضافه کنم. البته ما خمیر مایه را از قبل هشتم که خمیر مایه عمل انده کاملا، اول ما خمیر مایه را اینجا اضافه کنم. بعد شروع نمارد را در خمیر کدو. البته اگر دیدیم که آرد چون ماشاله میتونید از یک مقدار آرد خشک استفاده کنید. خب دوستان، آرد از مال خمیر شدم، از یک مقدار دیگه آرد خشک استفاده کنم و باقی منده شیرم که منده دیگه لازم نشد. انقدر آرد خشک استفاده کنید تا زمانی که غلظت خمیر یک جور باشه که خمیر دادیست نشد و موقع کار بکنید راحت که چکار کنید. اما خمیر که ببینید خمیر از من یک خمیر شده، الان یک خمیر نرم لطیف که دادیست دیگه نمیسته. الان خمیر آماده یه ما در ظرف میلوم که حدود یک نیم ساعت دیگه تا که خمیر عمل باید کامل. خب دوست عزیز، مرد از مالی خمیر شده اما خمیر که ببینید حالا نارد آماده یه مشروع نمارد را اول زوله کنم. دیگه سایز خجور را کسته دادیست خودم شما نفی خواستیم رزه رزه جا کنید که از اول زلیخ را رزه رزه بگید. ما سایرون طرف را مخواسته جا کنم.
oldu sensiz? Arda zamanı kulçe zorlaştırınca. Almanya çıkarsa روی خمیر پوشندنم و معلوم که خمیر حدود یک 15 20 دقیقه استراحت کرد تا یک مقدار خمیر واشنه که کار با خمیر یک مقدار راحت شه. خب دوست عزیز بعد از این 15 دقیقه کسا خمیر از ما بندازه کافی استراحت کرده مال کسا با وسیله که دم دست برم قدمزه وسیله سینم که روی خجره را نقش بندازم. شما هر وسیله دیگه که دم دست دارید میتونید ازش استفاده کنید. من فعلا نمیدارم قدم زنا کسته روی خجر رو نقش مندازم. البته ای هم کسته در جاهای مختلف افغانستان در مدل های مختلف درست میشه. سمتای از ما کسته ای رو میرخم جرمونه. حالا نمیدارم سمتای شما چرخم جرمونه. میتونید توی کامنت ها نوشته کنید که طرف های شما مداره شما قدیما کسای خجرار در چه رقم تیار میکن چی مدلی. روغن داغ میشم و اینجا یک چند دانه تیار بونم. تا جایی که میشه اگر باید نازک کنی خجور را برای اینکه در موقعی که توی روغن سرخ میشه خام نم نه. روغن ما هنوز داغ نشده بس هنوز وقت دارم تا یک چند دانه خجور آماده کنم. خب دوستان من یک چند دانه خجور آماده کنم ولی میگم توی روغن سرخ شده اینجا درجه گاز را میارم پایین برای اینکه خجورا خوب خب ما کسته توی ظرف کسته تا
دستمال میکنم برای اینکه روغن خجرا رو کش کنم. دوست برای اینکه این خجور را خوب پخته شنه ما همراه چنگال کسته وسط خجور را کسته دو در از سراخ من برای اینکه خوب پخته شنه خواب نمه دوستو با ساخت خجر پختوب دا یا با ساخت پختوب دا کسنه مردم معمولا دست جمعی پختنه اعضای فامیل جمع موشه سه نفر چهار نفر یا بیشتر یک روز کسنه خجر پختنه این چی کس الان شرایط یک رقم است که کس نمیتونه دور هم زیاد جمع شنه از او خاطر ما کس دستان های ما کم سخته باید اون خودم پشه کنم هم جور کنم هم سر کنم دوستان مرخ هم که در تصویر میبینید شاید مشخص باشه خجرای از من خیلی نرمانده اگر شما دوست داشتید که خجرای شما مرخ هم کرسپی باید میتونید از تخم مرخ استفاده نکنید یا اینکه فقط از زرده تخم مرخ استفاده کنید خب دوست عزیز خجرا پخته شده حالی آمده یه اگر از این ویدیو خوش شما مدد لطفا ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامل نظر را پیشنهاد خورم نوشته کنید یک بار دیگه بازم مقم ایده همه شما مبارک شلا که ایده خوب و خوش را کنار فامیل داشته شد و یک سالی پر از خیر و برکت و خوشی باشه یه هم از خجرا کلان آمده یه